رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، فقط اولش بگم من واقعا ازتون ممنونم که واقعا هستین، چون که اینقدر شما دوست داشتنی و مهم هستین و کمک به اینو اون کردین که واقعا یکی از بزرگترین نگرانی های من اینه که شما همیشه سالم و صحیح باشین. لطف داری عزیزم، بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. آقای دکتر، من یه سری توضیحات به خودم میدم، میخوام با یه آدم عجیب غریب آشناتون کنم. بعد نه، از اول که صحبت کردید از من تعریف کرد، از من تعریف کردید فهمیدم عجیب و غریبید. ولی خب حالا دیگه بگید دیگه چی میشه. میخوام ببینم عجیب تر غریب تر از این چی میشه. اگه وقت داشته باشم متوجه میشم عجیب غریب تر هم میشه. من یه سری توضیحات میدم آقای دکتر، میخوام نظر شما خیلی برام مهمه، میخوام ببینم اون چیایی که نسبت به شخصیت های شما گوش کردم شما هم نسبت به من اینو تشخیص میدین یا نه. آی دکتر، از صحبت هایی که شما کردین، من توی بچگی با یه وزن خیلی بالایی به دنیا اومدم و اینکه پدر و مادر خشمگینی داشتم و هرچند که من با همیشه با حقوق بازی همیشه خواستام ازشون گرفتم و واقعا توی بچگی ما دکتر بچگی کردم، توی کوچه و خیابون خیلی بازی کردم، با دوستان بودم و سعی میکردم همیشه از این خانواده دور باشم و به خواستهایی که خودم داشتم برسم و توی کوچه و خیابونم همیشه که بازی میکردم همیشه رئیس من بودم و همه از من انصاف میبردن. بعد ولی خب از پدر و مادرم به علت مهر و کینی که داشتن ضربه خوردم. مامانم از یه طرف عاشق من بود، از یه طرف هم همیشه منو تحقیر میکرد و حس گناه بهم میداد که از راهی که باید میرم از مسیر راست منحرف نشم. و اینکه آقای دکتر، من از بچگی از 7-8 سالگی عاشق بیزینس و این چیزا بودم. تو مدرسه میرفتم ترقه میگرفتم، بعد دستبندی میکنم تو مدرسه خیلی آروم آروم میفروختم و پول در میآوردم، یا اینکه سی دی بازی رایت میکردم. بگذار من از تو دو تا سوال بکنم. دو تا سوال. سوال اول این است که چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟ آقای دکتر، ما 5 تا بچه هستیم. من بچه چهارمی هستم. بچه چهارمی هستم و اینکه خواهر بزرگتر از من 4 سال از من بزرگتره و برادر کوچیکتر از من 5 سال از من کوچیکتر و من خودم هم 29 سالمه. بعد اینکه دیگه آقای دکتر، من کلا توی زندگیم به راحتی از سادگی و نادانی افراد مثلا خشمگین میشم و کسی اینکه بخواد همیشه حس میکنم کسی میخواد سرم زرنگ بازی در بیاره همیشه از این خشمگین میشم. اینکه یه اتفاق خیلی بدی که توی زندگیم همیشه نگرانش کنم اینکه آقای دکتر، همیشه توی بچگی میخواست بهم تجاوز بشه. حالا ترفی که دیگران بهم میگفتن، میگفتن تو خیلی جذاب و با نمک هستی. آقای دکتر، همیشه توی مدرسه یا توی جای دیگه میخواستن دست مالی کنن منو، یا اینکه میخواستن بهم تجاوز کنن. خب ولی خب من همیشه یه نقش بازی کردم، با یه حقوق بازیای همیشه از اون صحنه فرار کردم، نقش بازی کردم، مثلا علکی یه حرفایی زدم که طرف تاثیره و فرار کردم و خدا رو شکر هیچ وقت بهم تجاوز نشد. ولی خب این ترس همیشه تو من ریشه داشت که من هر جایی میرفتم میخواستم من دستمالی کنن یا بهم تجاوز کنن. و اینکه از همون بچگی های دکتر یه کنجکاوی بی حد و مرزی توی همه چی داشتم، یعنی دوست داشتم از همون بچگی کار کردن همه چیز رو بفهمم. حتی یه شب یادم آی دکتر، من همسایمون داشتن که چی میکردن، ماشینشون رو درست میکردن. من اینقدر محو باز کردن موتور این ماشین شده بودم که ساعت 11 شب فهمیدم که باید برم خونه. بعد رفتم خونه، بابام از خونه انداختم بیرون، گفت تو دیگه نباید تو این خونه بیای ساعت 11. من لجبازی کردم رفتم خونه عمم که 15 کیلومتر اونورتر بود، پیاده رفتم شب ساعت 11 آی دکتر. و اینکه از بچگی برای خودم دوزگیر برای دوچرخه‌ام درست میکردم، ماشین چوبی درست میکردم سوارش میشدم، مثلا هولم میدادن، یا اینکه کولر برای خودم درست میکردم، بخاری درست میکردم، هر چیزی که تو خونه بود از همون اول مثلا من وقتی کسی نبود میرفتم بازش میکردم، میدونم چجوری کار میکنه و تو ذهنم تجسم میکردم، یادش میگرفتم. و هر وقت آی دکتر به دست کسی نگاه کردم که داره کار انجام میده بدون اینکه برام توضیح بده یاد گرفتم. شاید باورتون نشه ولی آقای دکتر، من روبروی آینه وای میستم، واسه خودم مثلا آمپول میزنم اگه آمپول عضلانی باشه، یا یعنی اینکه موامو خودم جلوی آینه میشینم اصلاح میکنم، یعنی مثلا از آرایشگاه نمیرم و خیلی کامل و تر و تمیز در میارم. هر چی هم که میخریدم با سلیقه خودم تغییرش میدادم، توش خلاقیت انجام میدادم
و الان هم که تو خونه هر چیزی که مثلا قرار باشه درست یا فلان چه میارم پیش من میگن این درست کن، حتی اگه برای اولین بارم بازش کنم دیده باشم میفهمم سر در میارم چجوری این کار میکنه. بذار درباره آرایشگاه یه سوال کنم. سب کن آیا آرایشی که آرایشگاه نمیری خودت درست میکنی؟ اولا آیا مثلا اگر یه آرایشگری نیم ساعته این کارو میکنه، تو نیم ساعته میکنی یا دو ساعته؟ آقای دکتر اگه نیم ساعته آرایشگاه این کارو بکنه، من روی 20 دقیقه موهای خودم رو اصلاح میکنم. آیا هیچ وقت تو گفتن که این آرایشی که کردی عیب و ایراد داره، به هر حال یک دست و یک نواخت نیست؟ بله آقای دکتر، اوایل مثلا از 20 دفعه 17 دفعه فقط خودم آرایش میکردم موامو، بعد که میرفتم آرایشگاه میگفت اینجا شو که کوتاه کرده بد بوده، بعد میگفتم عیبش چیه، عیبو که میگفت دیگه دفعه بعد نبود، بعد دیگه مثلا از دفعات بعد دیگه هیچ عیبی نبود، دیگه کامل خودم کوتاه میکردم، کامل دورشو چی میکردم، فقط پشت سرمو میدادم مثلا داداشم خستش رو بگیر. خب برنامه های منو چقدر شنیدی تو عزیز؟ چند ساله برنامه های شما رو؟ آقای دکتر من تقریبا آشنایی باهاتون دارم. من خواستم ببینم که کی تو میتونی بیای جایی من بشینی من برم دنبال کارم، اینو پرسیدم به این دلیل پرسیدم. قربونتون برم آقای دکتر، من آرزوم شاگرد شما باشم، یعنی من لذت میبرم از اینکه الان شما 2-3 سال توی زندگی منی. حالا آقای دکتر من یه توضیحات سریع بدم، نمیخوام نگران نباش حرف تو بزن. آقای دکتر من قدرت تجسم خیلی بالایی دارم، یعنی یه نفر که اصلا بخواد یه دستگاه یا یه چیزی ساخته بشه، من مثلا یک شبه توی ذهنم اونو طراحی میکنم، بعد میارمش رو کاغذ و بعد واقعا خلقش میکنم، یعنی درستش میکنم. حتی من خب فشاری که خانوادم روی من آوردن آقای دکتر روی کنکور، مامانم اینا خیلی به این فشار می آوردن که درس تو بخون فلان و اینا، من تئوری رو هیچ وقت دوست نداشتم آقای دکتر، من عملی رو خیلی دوست داشتم، ولی خب فشاری که بهم آوردن، من با حقه بازی مثلا روزی 2-3 ساعت درس می خوندم، بعدش مثلا می رفتم تو اتاق می خوابیدم فلان و اینا، ولی خب با همون چند ساعتی کمی که درس خوندم مکانیک قبول شدم و لیسانسمو گرفتم با نمره خوب دانشگاه ملی. بعد اینکه حتی پروژه دانشگاه منم دستگاه ساختم، یعنی دستگاه پرس ساختم که استادم به این گفت من اینو تولید انبوه میکنم به سهمتون میدم، ولی خب انگار که سرمو کلاه گذاشتم دیگه ازشون خبری نشد. و اینکه آقای دکتر من هیچ وقت سر کلاس و درس گوش نمیدادم، من همیشه خودم میرفتم خونه کتابو برمیداشتم میخوندم، امتحانامو همه رو پاس میکردم، یعنی من تو کلاس همیشه داشتم توی ذهنم مثلا با خودم مثلا یه چیزایی رو طراحی میکردم یا فلان میکردم، همیشه عمل رو دوست داشتم، درسای عملی هم سب کن بذار من یه چیزی رو یکم متوجه بشم. تو دقت کن چون این مهمه. آیا تو همین اندازه که از نظر چشم و دیدن اینقدر میتونی به جزئیات و ارتباطات پی ببری، در بقیه زمین هم یک فکر میکنی این گونه هستی؟ حالا هرچی هست، از چشایی گرفته تا حتی شنوایی موسیقی. من شنوایی آخه من یه کمی نگرانم، یه ذره صبر کن. منم یه نگرانی دارم، میخوام ببینم آیا زمینه های آتیزم در خودماندگی داری؟ دوم شبکه دوستانی داری؟ با مردم رابطه خوب برقرار میکنی یا نه؟ بله کامل آقای دکتر، من روابطم خیلی خوبه و الان هم حتی شغل آزاد را انداختم و توی 2 ساله به درآمدی رسیدم که یه کارمند مکانیک با 13-14 سال رابطه کار میرسه، چون من هیچ وقت دوست نداشتم کارمند باشم و رابطم با دیگران عالیه آقای دکتر، فوق‌العاده است، خیلی سریع رابطه برقرار میکنم و سال بعدی آیا هیچ کدوم از این امتیازات یا زمینهای هوشی که تو داری تو خواهر برادرام هست یا نه؟ بله داداش بزرگم خیلی باهوش آقای دکتر، خیلی اونم از ولی اون آقای دکتر اون از نظر شما ناقص الجسمه که مثلا یه سر بزرگ داره و دست و پای کوچیک، فقط توی مثلا علم و کارش خیلی پیشرفت کرده، توی ضوابط و توی این چیزا زیاد پیشرفت نکرده. و اینکه آقای دکتر شنوایی هم که شما میگیم، من مثلا برنامه های راز و نیازها رو که گوش میکنم، شنوندگانتون که سلام میکنن هنوز سنشون رو نگفتم، من مثلا به بچه ها توی کارگاه میگم
25 سالشه. بعد طرف سنشو میگه مثلا 26 سالشه. توی 80% مواقع های دوستو با یک سال دو سال اختلاف کامل سن شنوندگان حد میزم و مزه چشایی خیلی قوی هم داره، حتی بویایی، یعنی یه بویایی رو حس میکنم که هیچ کسی حس نمیکنه، بعدش میگن یه همچین بوی اومد. بویایی و چشایی خیلی قوی هم دارم. گفتی که نه، سب کن گفتی اونقدر دوست نداری شاید خوندن رو یا تئوری رو، چه در کجای دیگه بله. از نظر حسی و احساسی فکر میکنی از حد معمول و نرمال پایین تری اگر جایی هست؟ آی دکتر یکم تو احساسات ضعیفم، اینم به خاطر اینی که مامانم واقعا عاشق ما بود، ولی خب ما رو با حس رنج و درد دادن ما رو چی کرد، یعنی که زیاد محبت به ما نمی کردن. و آی دکتر ببخشید اگه قطع شد، من با یه خط دیگه دارم زنگ میزنم بیام رو خط که قطع نشم. و اینکه آی دکتر فقط از لحاظ احساسی یکم ضعیفم، ابراز احساسات هم یکم ضعیفه، مثلا با پارتنرم که هستم الان تازه با شما که آشنا شدم یاد گرفتم که احساسمو خیلی راحت بروز بدم و بتونم احساسی که واقعی هست رو نشون بدم، ولی قبلا اینجوری نبودم، من یه آدم بی احساس تصور میکردم. و آی دکتر حالا این یه سری مشکلات برای من پیش اومد با اون اضطراب و فشاری که خانوادم برای من اومدم پشت کنکور و دانشگاه، من اول دچار اضطراب و استرس شدم. بعد این که مامانم قبل از دانشگاه یه ترم دو ترم که دانشگاه رفتم مامانم فوت کرد، باز این اضطراب تشدید شد تا بیماری سایکوسوماتیک هستن، یعنی درماتیت و سبوریوم و پسوریازیس که پوست پوسته سر موها میریخت. بعد خب نمیدونستم این واسه اضطرابه، هر دو دکتر میرفتم تشخیص نمیدادن، تا اینکه کم کم با شما آشنا شدم و اینکه تشخیص اینا به خاطر اضطراب رفتم دکتر، گفتن آره تو اضطراب داری، توی زمینه‌هایی هم وسواس داری. و اینکه دارو گرفتم و از شما کمک میگرفتم که با سیدیاتون که چه چیزایی دارم به دکتر میگفتم و دکتر خیلی این حرفای من مثلا براش راه خوبی بود، داروهایی که میداد واقعا الان دو سال تحت نظرشم خیلی همه چیز تغییر کرده. و حتی دکتر من توی سربازی هم یه موقعیت برای خودم درست کردم که کادر نظامی بهم احترام میذاشتن، ازم میترسیدم و اولین سربازی بودم که لو تاخیر گرفتم از طرف چی که یه پست خیلی بالایی توی سربازی داشتم، حالا احتیاج نیست بهتون بگم. و یه توی آی دکتر فقط توی چک کردن و توی بی‌نقص بودن این چیزا یکم وسواس دارم، یعنی وسواس بیش از حد دارم توی چک کردن یا یه چیزی که میخوام درست کنم، و اینکه اگه اشتباهی کنم یکم خودم رو شکنجه میکنم، نمیدونم فکر کنم این کمال پرستی باشه یا نه، ولی تو خیلی از زمینه های دیگه کمال پرستی نیست، کمال گراییه، ولی خب توی زمینه های واقعا کمال پرستی دارم. و اینکه آقای دکتر من این حرفایی که زدم همه از دیگران یعنی بهم میگفتن، گفتن تو واقعا خیلی باهوشی، خیلی خلاقی، هر چیزی رو که گفتی درست کنم درست کردی. حتی آقای دکتر من تمام کارهای خونه رو بلدم، رنگکاری، برق‌کشی خونه رو مثلا خودم میتونم انجام بدم، فقط با نگاه کردن به دست آدما یاد گرفتم. و این یه دکور توی خونمون زدم که مثلا تقریبا اون زمان خیلی هزینهش میشد و من خودم اینو با نگاه کردم به دست اینو اون یاد گرفتم و زدم و خیلی همه مثلا متوجه شدن که این کار من انجام دادم. حتی توی این کاری هم که آی دکتر راه انداختم خودم یه سری دستگاه رو ساختم که مثلا چند سال پیش که میخواستن بسازن از یکی 20 میلیون 10 میلیون میخواستن از ما بگیرن که این دستگاه رو بسازن، ولی خب من خودم طراحیشون کردم. خب یه همینجا سوالی ازت بکنم، صبر کن چرا هم فکر نکردی که رشته‌ای که یه زمینه علمی هنری داره، مثلا با کار تو میخونه، فرض کنید طراحی اتومبیله، چون توش میلیون ها دلار پوله، یا طراحی بری آرشیتکت بخونی تا از طریق یه همچین خلاقیت داری، البته من فکر میکنم مطمئنم این نگاه و نظر، چرا یه رشته علمی هنری رو تعقیب نکردی، رفتی سراغ مکانیک که به هر حال در تعریفش یا در عملش شاید یه مقداری محدود باشه، نه اینکه تو رو محدود کنه ولی خودش هست؟ جناب دکتر این چیزایی که به من گفتین چرا نرفتم، حقیقتا من
آگاهی نداشتم و واقعا کسی نبود که این چراغا رو برام روشن کنه که تو مثلا خانواده‌ام زیاد این کارهایی که می‌کردم و درک نمی‌کردن یا مثلا زیاد تشویق نمی‌شدم، خودم برای خودم لذت می‌بردم و اینکه کسی نبود واقعا به من بگه که شما مکانیک نرو برو اونجا. ولی خب چون خودم درس خوندم دیگه بالاترین رشته ریاضی و مثلا قبول شدم دانشگاه ملی رفتم خوندم، بعد فهمیدم من واقعا برای این چیزا ساخته نشدم. ولی خب آی دکتر یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه، خانواده‌ام با اینکه میدونم من اینقدر مثلا یه همچین کارهایی رو میتونم انجام بدم، هنوزم اصرار دارن تو درس خوندی رفتی سربازی چرا آزمون نمیدی بری تو کارخونه ها کار کنی. و آی دکتر من اگه جایی باشم که نتونم خلاقیتم و مثلا به عمل تبدیلش کنم واقعا نابود میشم، یعنی از لحاظ روانی. و من سوالم از شما اینه که آقای دکتر به نظر شما این چیزایی که من واسه شما توضیح دادم، چون نظر شما واقعا برام مهمه، به نظر شما من چجوری میتونم از این توانایی که دارم مثلا اونو نمیدونم؟ نه ببین عزیز، نه من بر اساس اطلاعات کمی که تو من دادی و در این زمینه اونقدر آگاهی و تخصص ندارم. مورد اول که من مطرح کنم، ابدا اهمیتی به اعتنایی به خوش آمدن و بد آمدن و قضاوت و ناراحت شدن و نمیدونم هر چی خانواده نداشته باشه، اصلا اونا در صحنه نمیتونن باشن به هیچ وجه، اونو فراموش کن. مثل اینه که فرزند منو بخوان جراحی کنن، من با دکتر دعوا کنم که چرا مثلا دارید از کارت جراحی استفاده میکنید، میدونید موضوع منتفی است. دوم اینکه یه مقدار تستا و آزمونایی هست که در جهت استعدادها و قابلیت‌هاست، مطمئنم در ایران هم هست، اونها رو بگیر ببین اونها چی به تو میگن که اون زیر احتمالاً چه خبره و بر مبنای اون در حقیقت عمل کن. یعنی یه اطلاعاتی در این زمینه میتونی از اون تستا بگیری یا به هر حال شاید توی اینترنت بتونی اونها رو پیدا کنی که یه مقدار به تو جهت و هدفی رو مشخص میکنه. اما اینکه چی کار باید بکنی نمیدونم، جان اینکه چی کار باید بکنی نمیدونم. آخه گزینه‌هایی که خودت تا به حال بهش رسیدی که در مقابلت هست چیه؟ آره آی دکتر، تو این تستایی که میگی من یکیشو دادم و نوشته بود برای کارهای مدیریتی و برای چیزهای ساخت و ساز مثلا شما خیلی مناسبین، و تست هوشی هم که توی دبیرستان ازم گرفتن اگه درست یادم باشه نزدیک 142 بود. و اینکه من خب اون خیلی خیلی خوبه خب بلی ببین عزیزم، من نمیدونم حالا تو به من برای که رو خط رادیو هستیم به هر حال یه چیزی معنی داری باید برای بقیه شنونده هم باشه، البته مثل اینکه شاید خطت هم قطع شد نمیدونم، گفتی شاید از تلفن دیگه خط بگیری، اگر فرود خانم خبر دارند از این ماجرا و کاری میتونن بکنن میتونن تو رو روی خط بیارن. آیا روی خط هستی یا خطت قطع شده؟ تا این قطع شد که جواب نمیدی، من متوجه میشم خطت قطع شده. خب پس خطت قطع شده، اینکه خط دیگه رو گرفتی یا نه چون گفتی رو مطمئن نیستم. یک بار دیگه میگم اگر فرود خانم فکر میکنن شما با خط دیگری هم یا تلفن دیگری هم آمدی میتونن اون رو باز کنن. الو 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 آی دکتر، من الان دوباره اومدم روی خط، ببخشید. بسیار حالا بنابراین عزیز به من چون یه ذره وقت از این بابت کمه، تو من بگو که چه گزینه‌ای در مقابل، یعنی تو خودت با همه اطلاعاتی راجع به خودت و دور برت داری، گزینه‌های تو چیا هستن، انتخابای تو کجا هستن؟ آی دکتر حقیقتاً توی ایران خب کسی ساپورت نمی‌کنه که بخواد مثلا صدا در آن هیچ خوب نیست عزیز، این تلفن یه ذره اشکال داره. الان بهتر شد، بگو عزیز. نه من کاری به گزینه ها نم میخوام بگم، آخه صبر کن عزیز، صبر کن چون ما وقت کمه. تو با توجه به آنچه که هست، آنچه که نیست که نیست، با توجه به آنجا حتی یکی از دو میتونه اینه که من باید بیام خارج، ولی کجا برای چی؟ ولی در داخل ایران چه گزینه هایی چه انتخاب هایی در مقابل توه؟ داخل ایران فقط این که من
خودم یه کار آزاد داشته باشم و یه سری وسایل رو تولید کنم و بفروشم، همین کاری که الان دارم انجام میدم، یعنی یه سری وسایل رو خلق کنم بعد توی بازار بفروشم، وگرنه هیچ حمایتی نمیشه. دو تا من یه دستگاه تو ذهنم ساختم که روغن اضافی غذاها رو راحت بگیره که چربی رو کاهش بده. حمایت نمی کنم. نه من کاری به حمایت ندارم. ببین عزیز سب کن، من چون اون بحث رو بخواییم بکنیم گذاره جلوی من، یعنی گزینه‌ای نمیذاره، فقط تنها گزینه‌ای که روبروی من هست همینی که من از این تولیدی که راه انداختم بتونم چیای بیشتری تولید کنم و مثلا به یه تولید کننده بزرگتر. خب در چه زمینه این کار تولیدی یا خلاقیت تو هست؟ در چه موردیه؟ آی دکتر فعلا از مثلا کیف و کفش و اینا شروع شده، با مثلا یه سری وسایل و اکسسوری و یه سری وسایل. خب نه حالا مثلا قصه کیف و کفش رو حساب کن. کیف و کفش یعنی چی؟ تو در اون زمینه مگر چه اندازه فراخنای خلاقیت تو اینجور کار هست؟ مگر از نظر مد باشه و الا که اونم یه بازار دیگه ای داره؟ مثلا یعنی تقریبا چیزایی هم که آی دکتر من توی ذهنم هست اضافه کنیم، همین چیزایی که مثلا مربوط به مد و یا اینکه. خیلی خوب. خب تو ببین عزیز، برخی از اوقات تو مجبور هستی این کاری که تو دانشگاه کردی یه چیزی رو فدا کنی. تو میتونی نیمی از کارت رو یا یکی نمونه کاملت رو برای مراکزی که فکر کنی در اروپا اولا هستند و تو کار مد هستند، البته میشه تا با یه وکیلم صحبت کرد، بفرستی بگی من توانایی یه همچین کارهایی رو دارم، چون اونا با این نوع استعدادها آشنا هستند و اگر یک کسی که در این کار اون ظرفیت هنری تو رو میبینه یا خلاقیت تو رو میبینه، اون موقع اونا به دنبالت راه میفتن. بنابراین تو به اونا میتونی خودت نشون بدی، ولی خب باید مثلا تحقیق کنی ببینی کدامی که از این مؤسسات یه سیستمی داره که درها رو باز میکنن. یه مقدار مطالعه و تحقیق درباره اونا تو همین زمینه، فرض کن کفش یا کیفی که داری میگی، تو این چارچوب عمل کن، برای که اینجا پول فوق العاده ای کنارش و بعدم بازار بسیار خوبی کنارش برای تو خواهد بود. حالا اگر دوستانی، اگر صبر کن، دوستانی در داخل ایران یا خارج ایران پیدا شدن که فکر کردن میخوان با تو گفتگوی کنن، تو الان به فرود خانم که مطمئنم منو میشنون شماره تلفن تو در ایران بده که اگر کسانی در ایران یا خارج از ایران خواستن باید تماس بگیرن بتونن تماس بگیرن، و اسم کوچکت رو هم بگذار، چون شاید کسانی باشن که با شنیدن برنامه شاید به هر حال مایل باشن گفتگوی بیشتری با تو داشته باشن و تو زمینه‌ای که به نظر میرسه تو توانایی‌های استثنایی و فوق‌العاده داری، چون به نظر میرسه چنینه، بتونن کمکت کنن و راه رو بیشتر و بهتر با توانایی‌هایی که دارن به تو نشون بدن. بله حتما، لطف کردین آقای دکتر. بعد پس... چون دکتر من میدونم شما از تعریف کردن خوشتون نمیاد. با شروع کردی، اونو بدش کن. تعریف نیست، عکستون رو مثلا کاپ کنیم بزنیم تو کارگاه همون، از اون دوتا جمله معروف هم زیرش بنویسیم که در من چه میگذرد، صفحه گوشه آرام آشیان رو میخوام بزنم زیرشون. واقعا شما بزرگترین چراغی بودیم که توی زندگی من روشن شد. لطف و محبت داری، مرسی عزیزم. پس تو منتظر هستم که دوتا رو بریم که نه نگران من نباش، تو بیشتر شما رو داشته باشیم. نگران نباش، تو لطف کن اسم تو و شما تلفن تو بده، من ببینم که از جانب دوستان چی میشه. خوشحالم شدم باهات صحبت کردم عزیز. قربونت، من خیلی خوشحالم.